برنارد کازنوف وزیر داخلی فرانسه امروز چهارشنبه گفت که کشورش به خاطر حفاظت قانون قانون شکنی نمی کند. اگر ما از داره اصول قوانین اساسی و اصول جمهوری های خود خارج شویم، قسمی که آقای رئیس جمهور دیروز اشاره کرد که به آن چه نهایت ارزش قائل هستیم حفاظت کنیم، به این معناست که ما به دهشت افغانان کامیابی بخشیدیم. در این حال اندی آغمان اسقف پاریس با پخش پیامی از کاتولیک ها خواست که فریب بازی داعش را نخورند که برادر را در مقابل برادر قرار می دهند. در فرانسه یک منبع مهم که انسجام جامعه ما را تشکیل می دهد همان روابط ویژه میان ادیان مختلف است. به این معنا که نباید به خود اجازه داد که در بین کشمکش های سیاسی داعش گرفتار شد که می خواهد اعضای یک خانواده به جان هم بیفتند و فرزندان یک خانواده را در مقابل یک دیگر قرار دهند. دلیل بوبکر ملای مسجد کبیر پاریس می گوید مسلمانان فرانسه باید برای آموزش بهتر روحانیون مسلمان فشار را بیشتر سازند و کار اصلاحات در نهادهای مسلمانان فرانسه باید در صدر اجندا قرار داشته باشد. با استفاده از فرصت من به نمایندگی از مسلمانان فرانسه اندوی عمیق خود را به خاطر تکان روحی که ناشی از عمل الهادی و توهین آمیزی که خلاف تمام تعالیم دین ماست و به ویژه در قرآن آمده که پرخاشگری و قتل یک کشیش که در دین ما باید احترام و حفاظت شود ابراز می دارم و تسلیت عرض می کنم. باشندگان شهرک سنت آتن دو رواری فرانسه امروز با این بی‌باوری از خواب برخواستند که دو مهاجم گلوی یک کشیش کاتولیک را بریده اند. او یک تن از مشتریان ما بود که هر صبح شنبه اینجا می آمد. بنان زمانی که ما عکس او را در تلویزیون دیدیم به نهایت احساس اندوه کردیم. دو مهاجم وفادار به گروه داعش دیروز صبح در فرانسه یک کشیش کلیسای رومان کاتولیک را در منطقه نورماندی در شمال فرانسه کشتند. مهاجمان که با فریاد الله اکبر از کلیسا بیرون می آمدند توسط پلیس فرانسه از پا در آورده شدند و سهمی دستگیر شده است. در این رویداد دو راهبه و تعداد دیگر هم گروگان گرفته شده بودند. از سوی دیگر پلیس در ژنو و مرکز سویتزرلند امروز تدابیر امنیتی را در اطراف میدان هوایی آن شهر پس از آن افزایش داد که پلیس فرانسه با آنها از تهدید ممکن جاگذاری بم هشدار داد. برشنا عمرخیل، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.